مال منه، کسی نمیتونه جلوی من رو بگیره که بخوام به سرزمین مادری خودم برگردم یا بر نگردم، و کسی هم نمیتونه برای من نسخه بپیشه یا به من دستور بده که آقا در این شرایط شما برید یا نرید. و در کنار مردم بودن و با مردم بودن فکر میکنم یکی از وظایفی بود که به دوش من بود و باید این کار حتی برای چند لحظه هم که شده بود، که خوشبختانه بیشتر از اون تونستم این کار رو انجام بدم، این کار رو انجام داده باشم. ولی دستاوردی که در کنار این موضوع به دست ما آمد و من فکر میکنم بسیار بزرگتر از این جریان تشکیلاتی و شخصی من بود، این بود که و دستاوردی برای همه جنبش و نیروهای خارج کشور و اپوزیسیون بود، این بود که نیروهای خارج کشور یک اعتبار و یک کردیت جدیدی رو تونست بگیره، که اولا نیروهای خارج کشوری در کنار مردم میرن و میان هستن در کنار اونها، چون من اگه این کارو کردم فقط من نبودم، به نمایندگی تک تک همه کسانی که در خارج از کشور مبارزه میکنن از جمله شما و باقی دوستان و همرزمان سیاسی که بود این کارو کردم. اون لحظه که خاک ایران رو میپوزیدم برای من فرق نداشت به نیابت و از کدام یکی از دوستان هم میهنان دارم این کارو میکنم، به ایدئولوژیشون فرق نمیکرد برای من که اونجا نگاه بکنم طرفدار نظام پادشاهی است، نیروی چپه یا مجاهده. به نمایندگی از تمام ایرانی هایی که این سالها دور بودن این کار رو انجام دادم و شکسته شدن این مرزها تونست این روحیه رو حالا به خود من بده و فکر میکنم به خیلی های دیگه داد که قدرت اطلاعاتی رژیم خیلی ضعیفتر از اون چیزیه که ما فکرش رو میکنیم، و اینی که نیروهای خارج و داخل در حقیقت با هم آمیخته شدن، ضمن اینی که من هنوز هم اعتقاد دارم در زندان رو از درون زندان نمیشه باز کرد، احتیاج به فشار از خارج زندان داره، که این فشار دیدگاه من اینه که نیروهای خارجی نیستن، نیروهای ایرانی هستن که در خارج کشور فعالن و این نقش حیاتی اونهاست که بتونن مسائل درونی رو به اطلاع همگان برسونن، یک قیام محلی رو به قیام سراسری تبدیل کنن. این بزرگترین دستاوردی بود که داشت. اگر رژیم نمیتونه، وزارت اطلاعاتش نمیتونه پیش بینی بکنه بعد از یک تقلب گسترده، یک حرکت پیش بینی شده ای که میخواد این حرکت رو انجام بده، چنین قیام های قرار اتفاق بیفته و بعد نتونه یک مرزهای خودش رو کنترل بکنه، نه تنها برای فرار از ایران، چون من در مرزی که بودم اتفاقا جوانانی رو که در این قیام بودن و از ایران گریخته بودن رو هم دیدم، اولین سری مهاجرینی که از ایران بیرون اومده بودن رو هم به چشم خودم دیدم، که اینم تجربه دیگری بود برای من، جالب بود که از مرز خارج شده بودن و نتونه اونها رو کنترل بکنه. در 4 روز یکی از به هر حال مخالفین شناخته شده خودش رو که بتونه تا چند شهر بره و برگرده، و بعد از اینکه من چند روز بعد از اینکه من برگشتم تازه بتونه یکی از محلهایی رو که من چند ساعتی در اون اقامت داشتم شناسایی بکنه و به اون حمله بکنه و یک فرد بیگناه رو اونجا در اثر درگیری که بی دلیل اونجا اتفاق میفته کشته بشه، و مانند بسیاری دیگر از هممیهنانمون اینجا من جا داره باز ابراز همدردی بکنم با تمامی خانواده شهدا و قهرمانانی که در قیام خرداد ماه جان خودشون رو برای آزادی ایران فدا کردن، جا داره همدردی بکنم یک بار دیگه با خانواده ندا، با مادر ندای عزیز، با خانواده سهراب و تمام کسانی که این روزها کشته شدن. همونجوری که شما اشاره کردید روز پنجشنبه روز 40 ندای عزیزه و در بهشت زهرا مادر ندا اعلام کرده که قراره بر سر خاک ندا بره رو ساعت 3 بعد از ظهر یا 5 بعد از ظهر، که این آگهیش رو هم شما دارید در روزنامه چاپ می‌کنید، در وبسایت ها هستن، هم در فیسبوک و جاهای دیگه میتونن به راحتی هم میهنان ازش اطلاع پیدا کنن. و این روز روزیه که اگر میتونستم یک بار دیگه فقط برای این برنامه هم خودم رو میرسوندم اونجا، که شوربختانه این امکان برام فراهم نیست، واقعا اگر امکانات اقتصادی و شرایط عمومیش برام فراهم بود فقط برای اینکه بتونم یک همدردی کرده باشم با خانواده ندا، این کارو یک بار دیگه میکردم، که میگم متاسفانه این کار فراهم نیست. ولی کسانی که هستن در ایران، در تهران، در شهرستان ها این کار رو تا اونجایی که میتونن انجام بدن، همدردی بکنن، و امیدوارم این پیام به گوش این عزیزان برسه که همه ما دلمون با شما هاست، شماها قهرمانان و رهبران این جنبش هستید، فرزندانتون کسانی هستن که سمبول های این جنبش بوده و هستن و هرگز نخواهند مرد، همیشه در کنار ما زنده خواهند بود. و از روزی که این حوادث اتفاق افتاده یکی یکی این بچه ها در جلوی چشمان من یک لحظه دور نمیشن،
و یکی دیگه چیزهایی که به من گفتن آقا این خطر رو احساس نکردی وقتی میرفتی، آیا فکر میکنید این کاری که من کردم خطر بود یا خطرش بیشتر بود، یا اینکه اون کاری که ندا و سهراب و نداها انجام دادن و اونها این کار رو انجام دادن، اون خطر و جانبازی رو اونها انجام دادن نه من. من تنها تونستم گوشه کوچکی یک اپسیلونی از سهم خودم رو در این جریان انجام بدم و نتونستم اون طوری که باید و شاید سهم خودم رو ادا بکنم. بله، اون شنیدم که بعد از اینکه ایران اومدی بیرون، خبرگزاری جمهوری اسلامی نوشت که روزبه فراوانی اومده بود تهران و دنبالت بگشتن اونجا. این اخباری بود که دادن و گفته بودن من به نمایندگی از آمریکایی‌ها اونجا رفتم. و جالب این رو اشاره بکنم، در اصل همزمان با اینکه این خبر رو خبرگزاری ایرنا چاپ کرد، یک راجع به منی تفصیلات رو نوشته بود، عکس و مشخصات گذاشته بود از مسافرت و برنامه‌های آینده من، که من خودم هم نمیدونستم قرار مسافرت احمدی نژاد رو در نیویورک به هم بزنم و خوب شد اینا یادآوری کردن، شاید طرح خوبی باشه که بتونیم روش کار بکنیم. همزمان با این مقاله دیگه‌ای در خبرگزاری نیوز مکس چاپ شده بود و دقیقاً اشاره کرده بود که یکی از فعالین سیاسی اپوزیسیون که به ایران مسافرت کرده بود توسط صدای آمریکا، صدای اون سانسور شد و تنها جایی که صدای من رو در اون روزهایی که نبودم مستقیم پخش کرد تلویزیون پارس بود و خوشبختانه از یک رسانه ایرانی برای رساندن صدای خودم به همیهنانم استفاده شد و صدای آمریکا هم با من گفتگوی رو انجام داد و هرگز اون رو پخش نکرد. و این فکر می‌کنم جواب کافی برای خبرگزاری ایرنا بوده که نشون میده چه کسانی اینجا دارن پشتیبانی از آمریکایی‌ها می‌گیرن و چه کسانی در لیست سیاه اونها قرار دارن. من خوشبختانه، نه تنها من، حزب مرز پرگار بارها و بارها اعلام کرده تنها و تنها ما وابسته ملت بزرگ ایران و پیوسته به سرزمین بزرگ ایران هستیم و هیچ وابستگی دیگری به جای دیگری از جهان نداریم و نخواهیم داشت. بله آقای فرهانی عزیز، شما در لابلای صحبتاتون اشاره کردیم این نکته که به هر حال این فعالیت‌های ایرانیان در خارج از کشور بسیار مؤثر بر مردم داخل ایران. میدونین که روز شنبه در پاریس در حدود 2 کیلومتر یک پارچه سبز رو گرفتن که روش امضاهای مختلف بود، همینطور باش راه پیمایی کردن و این بسیار اونجا در پاریس با عکسای ندا هم بود، ده ها عکس ندا هم در کنارش گذاشته بودن و شعار میدادن که به حال ندای آزادی، منظورشون همون ندا بود. و اینجور اقدامات البته در شهرهای مختلف اروپا هم انجام شد. یکی از کارهای بسیار جالب رو سوئدیا کردن، استکهلم، ایرانیان مقیم استکهلم که واقعا چه تظاهرات بزرگی اونجا انجام دادن و با اون فریادهای خودشون رفتن جلو سفارت روسیه، دولتی که این روزها شدیداً از جمهوری اسلامی در همه در حال اقداماتش حمایت کرده، از احمدی نژاد حمایت کرده، متوجه شد الان که ایرانی ها در هر نقطه‌ای از جهان هستن.